دوستان عزیز خوش آمدید همه شما. علتی که ما برنامه رو در اینجا برگزار کردیم به دو علت بود، چون تعداد شرکت کنندگان بیشتر بود و کتابخونه کوچیک بود، دوم به خاطر کرونا، برای اینکه نزدیک زیاد همه کنار هم نباشن اینجا رو انتخاب کردیم. یعنی اینجا پارکای بریم اصلش اول قرار بود که در کتابخونه قبل از اینکه من آقای اسد سید رو معرفی کنم، دوست دارم یک بخشی از یه صحبت ایشون رو بخونم و بعد معرفیشون میکنم. من ایرانی در کجای این جهان موهوم قرار میگیرم؟ آیا سرانجام خواهم توانست اسطوره را از دین و دین را از تاریخ و تاریخ را از داستان و داستان را از سیاست باز شناسم و هر یک را در آن جایی قرار دهم که جایگاهشان است؟ آقای اسد سیخ در بندر انزلی متولد شدند 1956، دانشسرای تربیت معلم لاهیجان تعلیم تربیت خواندند و معلم شدند. سپس تحصیل رو در دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز ادامه داد و در رشته جغرافیای انسانی و اقتصادی فارغ التحصیل شد. پس از چند سالی که معلم بودند، پس از انقلاب روزنامه نگار شدند. پس از انقلاب در پی فعالیت سیاسی چند بار بازداشت شدند، حدود یک سال در زمان جمهوری اسلامی به سر بردن و سرانجام در سال 1361 از کشور برگشتن و به کشور آلمان پناهنده شدن. 7 سال ایشان دبیر کانون نویسندگان ایران در تبعید بودن، در این حال یکی از بنیانگذاران انجمن قلم در تبعید هم و به مدت 2 سال مسئولیت دبیری این انجمن را به عهده داشتن. در کنار این مسائل کار با نشریات مختلف ایرانیان در خارج از کشور، از جمله آرش چاپ پاریس، چشمانداز چاپ پاریس، باران چاپ سوئد، به نوشتن کتاب‌هایی در ارتباط با فرهنگ و ادبیات ایران و مسائل مربوط به تبعید و تبعیدی مشهور بودند. از ایشان کتاب‌های زیر منتشر شده است: اسلام نویسی، بررسی 2 دهه ادبیات حکومتی در ایران، نشر باران 1999، ذهن دربند، نشر باران 2002، زمینه و پیشینه اندیشه ستیزی در ایران، چاپخانه باقر مرتضوی کرد، عشق در ادبیات داستانی ایران در تبعید، انتشارات فروغ در کرد، من و شهرزاد و دونکی شد چاپخانه باقر مرتضوی کل 2015، طنز در ادبیات داستانی ایران در تبعید چاپخانه باقر مرتضوی 2017، کتابی برای کتابها نشر مهری لندن 2018، دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران نشر مهری لندن 2018. امروز کتابی رو که اینجا دیدین، الان اینجا نوشته، میخواستم بگم که ایشون بلند صحبت کردن، ولی در درجه اول هر که علاقمنده لطفاً بخره و بدونین که کسایی که کتاب در خارج از کشور چاپ میکنن، خب خیلی خزینش زیادتره و در این حال خیلی مهمه که خریده بشه. و خودشون حالا نازایی در ادبیات و در دوران گسست مطرح میکنن. من خیلی ممنونم که شما دعوت ما رو پذیرفتید، خیلی خوشحالم که اینجا تشریف آوردید، این شما و این شنوندگان. خیلی ممنون از شما. سلام دارم حضور شما عزیزان و سپاس از دوستان برگزار کننده این جلسه که این امکان را فراهم آوردن که ساعتی با هم باشیم. در موقعیت دشواری زندگی میکنیم، فکر میکنم هممون. اون چه در ایران میگذره واقعیت اینه که آرامش را از همه ما رو بوده،
تمام ذهنمون اونجاست و در این حال بسیار نگرانیم که چه خواهد شد، به ویژه ماها که یک تجربه سنگین را پشت سر گذاشتیم. در چنین موقعیت‌های البته با همدردی نسبت به خانواده کشته شدگان و به این امید که آینده خوبی در انتظار ما باشه، در انتظار ایرانیان، کسانی که در داخل کشور به ویژه زندگی میکنن. خب در چنین موقعیتی معمولاً ادبیات در حاشیه قرار میگیره. کتابی رو که میخوام معرفی کنم البته به شکلی از این حاشیه میاد بیرون، چون باز میگرده به تأثیر جمهوری اسلامی و یا یک بخش از عملکردهای جمهوری اسلامی در عرصه ادبیات بر ذهن ایرانی هم. من البته کوتاه صحبت میکنم، سعی میکنم به اصطلاح مسائلی را که تو این کتاب بهش پرداختم به شکل کلی خودش بگم و امیدوارم که بعداً بحثی که پیش میاد، صحبتهایی که پیش میاد، سوالهایی که تر میشه بشه موضوع رو باز کرد و بیشتر مشتاقم که از شما نیز بشنوم. با حضور جمهوری اسلامی در ایران ادبیات ما دچار چنان گسستی شد که تأثیرش رو بر تمامی عرصه‌های ادبیات و هنر میتوان مشاهده کرد. من در همین راستا تو این کتاب به آثار دو تا نویسنده گرانقدر ما، یعنی هوشنگ گلشیری و احمد محمود پرداختم و اینکه این تأثیر آنچنان عمیق بوده که آثار این نویسندگان را هم تحت شعاع قرار داده. البته اگر بخوایم در خارج از عرصه ادبیات داستانی بریم، تو شعر میتونم به جرأت بگم کسی مثل شاملو هم تحت تأثیر قرار گرفته. قبل از اینکه به این موضوع بپردازم یک گریزی زدم به سابقه گسست‌های اجتماعی و بالطبع گسست‌های ادبی از مشروطیت به بعد و اینکه و سرانجام بخوام اینو نشون بدم که سانسور تو این صد و اندی سال چه بلایی سر ما آورده. البته من در عرصه ادبیات موضوع رو مطرح کردم. رمان به عنوان یک سوغات غرب از زمان مشروطیت اومد ایران و به اصطلاح البته میشه گفت با اگه دون کیشوت رو به عنوان اولین رمان در نظر بگیریم، میتونیم بگیم با یه فاصله تقریباً 300 ساله رمان وارد ایران شد. اگه ادبیات قرن 19 اروپا رو در نظر بگیریم میتونیم بگیم با یک فاصله حداقل 100 ساله وارد ایران شد. نخستین رمان‌های ایران بین تاریخ و افسانه و داستان در نوسان بودند. یعنی ایرانی به اصطلاح هنوز در نیافته بود که رمان چیه و از رمان چی میخواد.
ما داستان داشتیم، داستان که چه ارز کنم، قصه داشتیم، مثل قصه هایی که تو گلستان سعدی هست یا اینکه تو آثار عطار پیدا میشه. داستان داشتیم مثل به فرض آنچه تو آثار نظامی یافت میشد اینا، و اینا همه میتونست پیش زمینه ای باشه واسه رمان نویسی ما. ولی رمان نویسی ما در واقع از تاریخ به شکلی شکل تاریخ به خودش گرفت. چرا؟ واسه اینکه با آمدن مدرنیته به ایران، ایرانی میخواست هویتی کسب کنه. تو همین زمان بود که شروع کرد تاریخ خودشان بنویسه به اصطلاح، و میخواست بدونه که چی هست، چی پشت سر گذاشته و به کجا رسیده. و بعد تو همین راستا وقتی که شروع میکنه به رمان تاریخی نوشتن، این رمان بین تاریخ و ادبیات، بین تاریخ و رمان در نوسانه، و بیشتر کسایی که این رمان ها رو میخوندن فکر میکردن که دارن تاریخ میخونن و فکر میکردن که واقعیته. خب البته این هم بایستی در نظر بگیریم که مدرنیته درسته ما اینجا بخش فرهنگ و ادبیاتش رو در نظر داریم، ولی یک کلیه که از اقتصاد و سیاست و هنر و شهرسازی و عرصه‌های مختلف و از جمله حضور زن در جامعه شروع میشه و بالا. تو این موقعیت که ما فرهنگ شهری به اون شکل نداریم و تازه میخواییم دارای فرهنگ شهری بشیم، یعنی تهرانی ما داریم که چند صد هزار نفر توش زندگی میکنن، شهرهای بزرگ انگشت شماره و هنوز فرهنگ شهری درش شکل نگرفته، هنوز بورژوازی شهری به وجود نیومده، هنوز صنعت شکل نگرفته درش اینا، و هنوز بورژوازی ایران محدود به بازار، به سرمایه‌داری بازرگانی. به اصطلاح رمان شروع میکنه اینکه شکل بگیره. یک چیزی را باید در نظر بگیریم، رمان خب واقعیت نیست، خیاله، یه خیال ناب. خیال هر چقدر نابتر باشه، رمان به اصطلاح خلاقانه تر هست. دو تا چیز ولی اینجا نقش بازی میکنه، یکی دموکراسی آزادی بخوایم خلاصه کنیم، و دیگری فردیت که با اون در ارتباطه. یعنی اگه از یک رمان این دوتا را حذف کنیم، رمان به یک شکلی یه چیزش میلنگه، و این چیزی که نتونست تو ایران پا بگیره. ما از همون آغاز مشروطیت، اولا فهم ما از آزادی غلط بود، نمیدونستیم آزادی چیه. آزادی میخواستیم ولی نمیدونستیم این آزادی چیه. سال 57 هم همین بود، به شکلی دیگه. البته صحبت از حالا هم در واقع همین جوریه، میگیم آزادی ولی آزادی چیه؟ اینه که یه چیزی که تا ریز نشه، تا به اصطلاح اجزاش شناخته نشده باشه، میشه یه چیز کلی و میمونه. زمان مشروطیت این به شکل خیلی عمده موند، اگرچه حالا در عرصه هایی ما میدونیم کم و بیش به اصطلاح آزادی چه عرصه هایی میتونه داشته باشه. اینا من به خاطر اینکه این گسسته رو نشون بدم از زمان مشروطیت شروع کردم. فکر میکنم تو ایران ما 5 بار دچار گسست شدیم. این گسست ها در واقع گسست های اجتماعی بودن که تأثیرش رو بر هنر و ادبیات به جا گذاشتن. اولین گسست بعد از مشروطیت در زمان حکومت ناصرالدین شاه، رضا شاه به وجود میاد.
رضا شاه اوائل به حکومت آمدنش به هر حال میخواست ایرانی نو بسازه، میخواست در عرصه های اقتصاد و زندگی شالوده های زندگی کارهایی بکنه و کرد، ولی به علل قابل بحث این آدم سانسور برقرار کرد، یک دیکتاتوری برقرار کرد که من به عرصه های دیگرش نمی پردازم، به در عرصه نشت رو چاپ و نشت خودم رو محدود می کنم. در سال 1317، البته اینا بگم، وقتی که رضا شاه سر کار اومد اولین کار این بود که تمام نشریات رو بست، یعنی هیچ زمانی که رضا شاه سر کار، زمانی که نخست وزیر شد، نشری جز یک نشریه هیچ نشریه دیگه در نمی اومد اینا، و این بعدن یک کم شل شد، ولی سال 1317 اومد سازمان پرورش افکار رو درست کرد، تأسیس کرد. سازمان پرورش افکار سازمانی بود که قرار بر این بود که آنچه در ایران قرار منتشر بشه از طریق، یعنی از گذر از به اصطلاح صافی این سازمان بگذره. اینا با دریغ و درد بایستی بگم که ریاست این سازمان با علی دشتی بود و که نویسنده بود، روزنامه‌نگار بود، محمد حجازی بود که اونم نویسنده بود، خالق رمان زیبا، و عبدالرحمن فرامرزی که بعدها اطلاعات رو تأسیس کرد. از همین سالها جنبش روشنفکری ایران هم دو شاخه میشه. یک شاخه میره طرف حکومت، با حکومت همکاری میکنه، وارد دستگاه دیوان سالاری حکومت میشه، یک بخشش مستقل میمونه، از این دستگاه حکومت خودش رو دور نگه میداره و نمیدونم، آدم میتونه بگه جدن دریغ، جدن جای تأسفه که از همون زمان به اصطلاح روشنفکران ما به شکلی با حکومت‌ها فاصله داشتند و حکومت‌ها هیچ وقت نخواستند اینا رو بپذیرن. اون زمان البته به اصطلاح ما بزرگترین شاخه روشنفکری آدم میتونه بگه کسایی بودن که دور ایرانی جمع شده بودن و نشریه دنیا رو در می آوردن و به اصطلاح که البته خب بعدها عمدهشون جذب سیاست شدن، ولی در این میان میشه از سه تا روشنفکر نام برد که مستقل در مستقل موندند، یعنی از هم از حکومت دور موندند، هم از سازمان‌های سیاسی دور موندند و تونستن خودشون چی میگن؟ اعتباری ببخشند بر ادبیات و بر فرهنگ ما. یکیش هدایت بود، یکیش نیما بود و یکیش ده خدا. خب من بیش از این وارد این فاز اول گسست نمیشم، اگه سوالی باشه میتونیم بعداً بهش بپردازیم. گسست دوم رو حزب توده ایران بر ادبیات ما حاکم کرد. سال 1320 وقتی که رضا شاه سقوط کرد، جامعه تونست نفس بکشه، احزاب سیاسی به وجود اومدن، تشکل‌های صنفی رشد کردن و برای اولین بار در طول تاریخ آنقدر روزنامه‌نگار و نویسنده زیاد شد که به اصطلاح
اینا در واقع اگرچه بیشترشون سمت و سو داشتن به طرف حزب توده، ولی بعدها تاثیرگذار شدند بر تاریخ و فرهنگ ایران که من نام میبرم اینا. خب من از گسست در رابطه با حزب توده صحبت کردم، اینجا اینو بایستی توضیح بدم که منظور من از گسست چیه. وقتی که حزب توده سر کار اومد، فرهنگ کشور، فرهنگ ایران تحت تاثیر خودش قرار داد و یک فرهنگ توده‌ای رو دامن گستراند. این فرهنگ توده‌ای چیزهای مثبت زیاد داشت. کتابخوان زیاد شد، نشریات زیاد شد و خود همین حزب همون زمان کوتاهی که تو وزارت فرهنگ دستش بود، مدارس زیادی تأسیس کرد، کتابخوانی رو رواج داد، باسوادی رو زیاد کرد. اینا چیزهای مثبتیه که میشه روش صحبت کرد اینا. ولی این فرهنگ توده‌ای که صحبتش من دارم صحبت میکنم اینا، باعث شد که فقط یک فرهنگ حاکم بشه و اون فرهنگ همونی بود که در نخستین کنگره نویسندگان ایران به اصطلاح فرمول بندی شد که ادبیات چیزیه که به راه توده ها بره و نویسنده ها در واقع مهندسان روان انسان ها هستند. همون چیزی که ژادانوف به اصطلاح زمان استالین مبلغش بود و به اصطلاح از طریق احزاب کمونیست به کشورهای دیگه هم گسترش پیدا کرده اینا. این موند و هر گروهی غیر از این اگه فکر میکرد به شدت ایزوله میشد. نمونهش گروهی بود که گروهی از شاعران و نویسندگان و نقاشان که خروس جنگی را در می آوردن. یه جنگی بود که استقلال داشت و به اصطلاح رئالیسم سوسیالیستی رو رد می کرد، قبول نداشت و یا می خواست به هر حال هنری دیگه ای رو تبلیغ بکنه اینا، که منزوی شد، بیش از 5 شماره نتونستند منتشر بشن. ولی وقتی که کودتای 28 مرداد پیش اومد، کسایی که تو حزب توده فعال بودن از حزب توده، از تفکر توده‌ای فاصله گرفتن، ولی افراد تاثیرگذاری شدن در تمام عرصه‌های فرهنگی ایران. تیپای مثل یحیی آریانپور، تیپای مثل شارخ مسکوب، باقر مؤمنی، شاملو، اخوان ثالث، تو عرصه های مختلف آدم میتونه نام ببره. در شعر، در داستان نویسی، در نقاشی، در همه عرصه ها، تحقیق، که دیگه اینا توده‌ای نبودند ولی تاثیرگذار بودند، تونستن به شکلی در عرصه های مختلف آثار ارزنده‌ای به وجود بیارن. گسست سوم با کودتای 28 مرداد آغاز شد که فکر میکنم هممون شنیدیم. سکوت بود، یأس بود و به اصطلاح تا چند سال ادامه پیدا کرد، تا دهه 40 ادامه پیدا کرد. بسیار محسوس بود، زمانی بود که چیزی منتشر نمیشد، کتابی منتشر نمیشد، داستانی منتشر نمیشد و اگه منتشر میشد در همون مایه شکست و یأس اینا بود. دهه 40 اما من فکر میکنم یکی از پر رونق‌ترین دوره در تاریخ نه تنها ادبیات بلکه تاریخ اجتماعی ماست. دهه 40 به اصطلاح با آنچه ما پشت سر گذاشتیم یا جامعه پشت سر گذاشته بود اینا، یک دفعه داستان نویسی رونق پیدا کرد، شعر تونست جون بگیره،
در تمام نقاط کشور جنگ‌های ادبی منتشر شدند. بعد افکار نو از غرب شروع شد سرازیر بشه به ایران و این زمانی بود که به اصطلاح میتونیم بگیم که بزرگترین بحث‌های ادبی، فلسفی، اجتماعی غرب جریان داشت. اگه نگاه بکنین مثلا بحثی که بین اردوگاه سوسیالیسم و نویسندگان جهان کامو، سارتر به اصطلاح و کسای دیگه تو غرب جریان داشت، این بحثا داشت به ایران راه پیدا میکرد. درست در همین زمان سال 1345 شاه 46 تا 7 دقیق من نمیدونم ولی تو کتاب من آمار آوردم اینا، نشریه رو بست، تعطیل کرد. یعنی درست موقعی که ما میخواستیم خودمون رو با جهان وفق بدیم، به اصطلاح افکار نو رو بدونیم جهان در مورد ادبیات چی میگه، در مورد هنر چی میگه، اینا این راه سد شد و اداره سانسور شکل گرفت در ایران و میدونیم بعد از به اصطلاح این سال، این سال هاست که سال 47 کانون نویسندگان ایران در اعتراض به این سانسور به اصطلاح ایجاد میشه اینا. بعد یه چیزی دیگه هم من فقط اشاره میکنم، اگه شد میتونیم بعدا روش صحبت کنیم. اینا سال 40، سال 40 اواخر دهه 40 جنبش چریکی هم در ایران شروع میشه. جنبش چریکی خب به هر حال آدم میتونه در عرصه‌های اجتماعی سیاسی صحبت بکنه اینا، ولی در عرصه ادبی آوشخور فکریش همون فرهنگ توده‌ای بود. جنبش چریکی ادبیات نو رو قبول نمی کرد، ادبیاتی رو قبول می کرد که به اصطلاح همون برای توده ها بره، توده ها رو آگاه بکنه، یعنی در واقع یک مقاله سیاسی باشه اینا و به اصطلاح به شکلی ماهی سیاه کوچولو باشه، یعنی که کم و بیش آدم می تونه بگه بعضی از آثار آل احمد باشینا و یا اینکه و اینم خیلی برجسته بود که در همین سالها ماویسم هم بر این ادبیات تأثیر گذاشت و ادبیات ما به شکلی عاشق روستا شد، از شهر برید. ادبیاتی که به اصطلاح رمان در واقع یه چیزی که از فرهنگ روستایی میاد، فرهنگ شهر، فرهنگ شهری. به اصطلاح ما یه دفعه دوباره زمان مشروطه به اصطلاح از طریق ما نفی شهر داشتیم، به فرض مثلا در آثار عشقی در دهه 40 دوباره این شروع میشه، باز عشق به نفی شهر و عشق به روستا تو بسیاری از داستانها و رمانها دیده میشه اینا. برها میرسیم به گسست پنجم که انقلاب باشه. گسست پنجم که انقلاب باشه بزرگترین گسست در تاریخ ما و در همین راستا در تاریخ ادبیات ما. جمهوری اسلامی در واقع از همون آغاز نویسندگان را حذف کرد، از کتابخونه ها کتاب های نویسندگان مخالف را جمع آوری کرد و از کتاب های درسی شعر نو و داستان کوتاه که تو اوائل دهه 50 به کتاب‌های درسی راه پیدا کرده بود همه را حذف کرد و نه تنها این، حتی فردوسی را هم حذف کردن. فقط یک صدا می‌خواستن و اون هم صدای به اصطلاح اسلامی نویسان بود، صدای قرآن بود.
خب میدونیم که سانسور برقرار شد، گام به گام نه تنها سانسور بازداشت آغاز شد، گرفتن و کشتن و و خیلی عظیمی گریختند مثل ماها و به ادب و تو این موقعیت جمهوری اسلامی فقط به ادبیات اسلامی نویسا امکان چاپ میداد اینا و همونا را تبلیغ میکرد و در طی این چهار دهه بر سر ادبیات مستقل کوبید، آنچنان کوبید و اجازه نشر نداد که نویسنده ها در واقع بعد از چهار دهه، بعد از سه دهه و بعدترش فعلا که دهه چهارم اون پشت سر گذاشتیم، یک خودسانسوری نهادینه شد در ما، در نویسندگان ما، و این خودسانسوریه که فاجعه آفرید، این خودسانسوریه که ادبیات ما رو به قهقرا برد، که فرهنگ ما رو به قهقرا برد، که آموزش و پرورش ما رو به قهقرا برد. و این چیزیه که ملموس نیست. حالا اثرات این چهار دهه رو من فکر میکنم اگه کشور به یک موقعیت مناسبی برسه، ما دهه ها زمان میخواییم تا اینو جبران بکنیم. کودکی که از این رژیم، یعنی به اصطلاح دو تا نسلی که از این رژیم، که در زمان حکومت این رژیم زاده شدند، دو تا نسلی هستند که به اصطلاح در واقع ثمره این رژیم هستند، در واقع دو تا نسل شستشوی فکری شده هستند، دو تا نسلی هستند که به اصطلاح چرایی علم و دانش و چرا رو یاد نگرفتن تو آموزش و پرورش، دو تا نسلی هستن که سعی کردن همیشه چند تا چهره داشته باشن، یک چهره تو مدرسه، یک چهره تو جامعه، یک چهره تو خانواده. و این زمان میخواد که تا این چهره ها تبدیل بشه به یک چهره. و جالبه، من به اصطلاح حدود 20 چند سال پیش یک کتابی نوشتم، بررسی اسلامی نویسی، بررسی ادبی دو دهه ادبیات حکومتی در ایران. اونجا یه چیزی به نظرم خیلی برجسته بود ولی واسه خودم زیاد ملموس نبود. نوشتم اونجا که به اصطلاح نسلی که جمهوری اسلامی پرورش میده نسلیه که چرا یاد نمیگیره، و این اون نسلیه که همین نسل جمهوری اسلامی رو از بین خواهد برد، چون زبان این رژیم و این نسل میدونه، ما نمیدونیم. و فکر میکنم، هیچ سند و مدرکی ندارم اینا، فکر میکنم این کسایی که تو خیابون هستن همین هستن. اینا دارن بدلای رو به جمهوری اسلامی میزنن که از همین جمهوری یاد گرفتن، شیوه هایی که به کار میبرن از به اصطلاح ضد هم، به اصطلاح در واقع ضد همین جمهوری اسلامی دارن عمل میکنن اینا. یه چیزی قابل بس، من بیشتر تو این زمینه وارد نمیشم اینا، من پرحرفی هم نکرده باشم، یه چند دقیقی هم صحبت میکنم. اینکه از تاثیر من دو تا آثار دو تا نویسنده رو بررسی کردم، یکی احمد محمود، یکی هوشنگ گلشیری، هر دوتا بر تارک ادبیات معاصر ما میدرخشند. احمد محمود قبل از انقلاب رمان همسایه ها را نوشت. رمان همسایه ها از ماندگارترین
آثار داستانی ماست، رمانی و در این حال به همراه سووشون پرفروشترین دو تا پرفروشترین رمان ایران هم هستند، رکورد فروش هم دارند. به اصطلاح اگرچه همسایه‌ها هنوزم که هنوزه اجازه رسمی انتشار نداره، همسایه ها، من همسایه ها رو مثال آوردم، میخواد که یه چیزی که بگم اینه، همسایه ها ما یه شخصیتی داره به نام بلور خانوم، اگه خوندین بیاد میگه اینا. بلور خانوم زن یک تریاکی که شخصیت اول داستان ما که یک نوجوانیه، تو اون با این توی خونه زندگی میکنن، یه حیاتی که دور تا دورش خونه است. یکی از این اتاقا بلور خانم با شوهرش زندگی میکنه اینا، و بلور خانم هر وقت گرمش میشه میفته تو حوض حیات آبتنی میکنه. این شخصیت رمان ما همسایه‌ها که نوجوانیه، به اصطلاح اینو میکشه به طرف خودش. این تازه تنش به اصطلاح تازه با مسائل جنسی داشت آشنا میشده اینا. بعدش یکی از زیباترین جلوه های اروتیسم تو ادبیات ما تو همین چند صفحه هست که توی همسایه ها هست. خب احمد محمود چند تا داستان کوتاه می نویسه، دو تا یا سه تا داستان کوتاه، مجموعه داستان کوتاه هم قبل از انقلاب منتشر میکنه، میاد بعد از انقلاب. بعد از انقلاب احمد محمود اولی که میکنه زنا رو از داستاناش به شکلی حذف میکنه. چرا؟ چون زن مزاحمه. نه اینکه نخواد، زن اگه بیاره به هر حال این زن رو بایستی ببره خیابون، این زن رو بایستی یه چیزی بکنه دیگه، به هر حال این زن بایستی عاشق بشه، بایستی به هر حال حرف بزنه، صحبت بکنه، این میشه مزاحم. و چیکار میکنه؟ مثلا توی مدار صفر درجه به اصطلاح باران، شخصیت زن با باران اسمش نیست، باران اسم پسره، اسم دختر حالا میگم یاره بیاد. به هر حال دو تا جوونن که عاشق همدیگه هستن، همدیگه رو دوست دارن، اینا دست همدیگه رو هم نمیگیرن، دستشون به هم نمیخوره، یک جمله عاشقانه بین این دوتا چیز نمیشه، مبادله نمیشه. اینا آخرین کار احمد محمود، رمان بسیار زیبای درخت انجیر معابده که به نظر من رمان بسیار بسیار زیباییه، نمیخوام واردش بشم اینا، فقط اینو میخوام بگم. احمد محمود واسه اینکه این رمان بسازه، اولین کاری که میکنه مادر رو میکشه، من میگم میکشه، به هر حال کاری میکنه که تو به اصطلاح رمان پدر میمیره و مادر میره با یکی دیگه ازدواج میکنه، اون یارو مادر تریاکی میکنه و مادر میمیره. من میگم اگه میکشه در واقع به این شکل میگم اینا. بعدش دختر این خانوما خودکشی میکنه، نه؟ بعد یه مادر بزرگ میمونه که مادر بزرگ هم غرغر میزنه، مادر بزرگ دیگه لازم نیست بیاد خیابون و حرف بزنه اینا، فقط غرغرهای خودش رو میزنه. در اینجا رمان میشه بدون زن، نه؟ و خب دست و بالش باز میشه، میتونه از مردا بگه، مردا میان خیابون، مردا تظاهرات میکنن، مردا چه و چه و چه اینا. اینی که این ناخودآگاه، من صحبتم سر همین ناخودآگاه است، صحبتم سر همین بلاییه که میخواد سر به اصطلاح جمهوری اسلامی سر ادبیات ما آورده اینا.
ناخودآگاه نویسنده چیزی رو خلق میکنه که به اصطلاح اصلا طبیعی نیست. آدم میخونه رمان خوشش میاد، شاید فکر نکنه، ولی میتونه این فکر رو بکنه که احمد محمودی که بلور خانوم رو خلق میکنه تو این رمان خیلی میتونه کارا بکنه، اینا خیلی خیلی کارا بکنه و نیست. کارت من به مسائل به چیزهای دیگه هم پرداختم، نمیخوام زیاد صحبت کنم اینا. مورد دوم گلشیریه. حالا چون صحبت سر همین زن شد، من باز از گلشیری تو همین مورد وارد میشم. اینا موارد دیگه شام هر کی دوست داشت میتونه رجوع بکنه به کتاب. گلشیری از نویسنده هایی که به اصطلاح اروتیسم تو آثارش زیاده، مثل کریستیانو کیت که به اصطلاح اگه کسایی که خوندن میشناسن اینا. گلشیری، خب کریستیان کیت مال قبل از انقلاب بود. بعد از انقلاب کتابایی که منتشر میکنه مثلا آینه های دردار، من از چیزهای دیگرش میگذرم، از میرسم باز به همین موضوعی که صحبتش بود اینا. آینه های دردار یک خانومی، اگه داستان به این شکل، اگه نخوندین من خیلی کوتاه میگم، یک نویسنده است از ایران میاد خارج، یک نویسنده به نام ابراهیم از ایران میاد خارج از کشور، به اصطلاح شهرهای مختلف داستان میخونه اینا، یک زنی رو میبینه که همش میبینه حضور داره اینا. بعدم پی میبره که این زن صنم بانویه. صنم بانو معشوق ابراهیم بود در ایران. خب این خوشحال میشه، صنم بانو به اصطلاح تو شهرهای مختلف با این میاد، آخرش تو پاریس آخرین شبی که با هم هستن اینا صحبت خیلی زیاد میکنه این ور و اون ور، اینا از عشقهای گذشته و نمیدونم خیلی خیلی صحبت میکنن. ابراهیم نویسنده به اصطلاح فکر بکنین، حالا خیلی راحت اسد سیفی که اینجاست میاد اینجا خانومی رو که بار دوم دیدی اینا، خب به دوستی طبیعی آدم همدیگه رو بار دوم هم ببینه در آغوش هم میکشه اینا، نه؟ ولی ابراهیم نویسنده که از ایران بلند شده اومده خارج از کشور، معشوق سالیان سالش که همچنان ملکه ذهنش هست و از ذهنش بیرون نرفته، تو خارج از کشور میبینه، باش دستم نمیده. آخرین شب با هم توی خونه میخوابن، تو خونه صنم بانو، و نویسنده ترجیح میده توی اتاق دیگه‌ای بخوابه. نه اینا همش به اصطلاح چرا اینا رو میاره؟ واسه اینکه چشم آیا آگاهانه میاره؟ این کتاب میخواد تو ایران منتشر بکنه، اگه دستش به این بخوره خب تو ایران اجازه چاپ نمیدن، نه؟ در اینجا کسی رو میسازه انگار یا عارفه، انگار یه آدم اومده عارف و اومده اینجا، وقت عبد کاری ندارم تو این وسط فوشم به ماهایی که تو خارج از کشور نشستیم و برای آقای گلشیری مثلا جلسات سخنرانی هم ترتیب دادیم، به اینا هم نیده میگیره، فوشم به ما میده، اینا کاری نداریم که چی هست اینا، ولی به هر حال تو ناخودآگاه نویسنده چیزهای عمل میکنه که واقعی که یه چیزایی را از رمان حذف میکنه و این درد آوره. من به این دوتا نویسنده پرداختم، ولی اگه اینو بخوایم عمده بکنیم، فاجعه بسیار 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 عظیمتر از اینه. اگه رمان‌های داخل کشور رو دنبال کرده باشین، سانسور چنان بلایی سرش آورده، چنان بلایی سرش آورده که این ادبیات سالهای سال زمان میخواد تا خودشو پیدا بکنه.
نگاه بکنین به داست به رمان‌هایی که تو ایران منتشر میشه. چرا رمان‌ها داخل خونه اتفاق میفته؟ چرا به اصطلاح قهر شخصیت‌ها نمیان تو خیابون؟ چرا همش اختلافات خانوادگی هست؟ چرا سیاست حذف میشه از رمان؟ 10 سال ما تو اروپا زندگی میکنیم. تو این 10 ساله اخیر شاخصترین رمان‌های غرب تم سیاسی داشتن. موضوعها سیاسیه. رمان داستان سیاست نیست و قرار نیست رمان سیاست باشه. رمان خیاله، خیال نابه، ولی سیاست بخشی از زندگیه. اون چیزی تو ادبیات اروپا میخونی سیاست، وقتی نویسنده غربی به سیاست میپردازه آنتنهای ما رو قوی میکنه به زندگی، به سیاست، به اون بخشهایی که جامعه بهش حساس نیست، حساسیت ما رو اضافه میکنه. درست برعکس این تو ایران داره اتفاق میفته. ادبیات ما چنان سیاست زده هست، چنان سیاست زده هست که با هر نویسنده ای هم صحبت بکنیم میگه من سیاسی نیستم، و این تو آثارشون هم هست. و گذشته از این، اگه گنجینه لغوی ادبیات ما را پیش از 4 دهه حساب بکنیم، تو یک رمان آدم میتونست هزاران واژه داشته باشه. یعنی با چند هزار واژه یک رمان خلق میشد. نگاه بکنید به رمان‌هایی که حالا خلق میشه. من تحقیق کردم، با 500 کلمه میان رمان مینویسن. این فاجعه است. یعنی حتی نویسنده های ما واژه سازی هم نمی کنن. یعنی به اصطلاح بخصوص اخیراً همشون هم روایت میکنن. به هر با هر کی هم صحبت میکنه میگه من پست مدرنم، من نمیدونم. جامعه ای که مدرنیسم رو به فرهنگ مدرنیسم رو تجربه نکرده، مدرنیسم جای نداره تو این کشور، چجوری میخواد پست مدرن بشه؟ اینی که ما رو از فکر دور کرده. من گفتم من فقط در عرصه ادبیات دارم صحبت میکنم، در عرصه های دیگه فاجعه بسیار بسیار بالاتره. من گفتم زمان شاد در دهه 40 فکر نو در عرصه ادبیات میخواست بیاد ایران. فکر نو در این 4 دهه راه هر گونه فکری نه تنها بسته شده، بلکه فکرها منحرف شده. رژیم به هر نویسنده‌ای که دور و برش پول میده، امکانات میده و کتابشو منتشر میکنه، به کتابخونه ها، به کتابخونه های مدارس میده، و ولی اینور میبینیم تیراژ 300 تاست، 500 تاست، تیراژی وجود نداره. یعنی چی تیراژ وجود نداره؟ تو هر دهکوره ایران دانشکده ادبیات هست. اگه در سراسر ایران اگه 100 تا دانشکده ادبیات داشته باشیم، 100 تا دانشکده ادبیات اگه داشته باشیم، یعنی حدود حساب کنین هر دانشکده 4 سال، هر 4 سال 50 تا داشته باشه، 200 تا داشته باشه، 100 ضرب در 200 بکنین و بعدش حساب کنین که چقدر ما استاد داریم. بعدش نگاه بکنیم به تیراژ کتابا، نتیجه میشه که استادان ادبیات فارسی رمان نمیخونن، داستان نمیخونن. این فاجعه است که استاد ادبیات فارسی نسبت به رمان بی سواده، تا چه برسه به دانشجو. من زیاد حرف زدم و دوست دارم از شما بشنوم و اگر شد بیشتر بحث کنم. خیلی ممنون از شما.